خانم گلاله اکبری عضو مجلس سنا و رئیس کمیسیون امور زنان مشان جرگه برای بحث این برای با ما هستن چهار خوش آمدین خانم اکبری در 2005 گفته می شد 26 هزار در 2014 شد 30 هزار حالا 35 هزار رقم بزرگ است چرا شما رو متعدان در بدخشان رو به افزایش بوده؟ بسم الله الرحمن الرحیم تشکر از شما و تشکر از امکارانتان تشکر ویژه دارم از تلویزیون جهانی شما که واقعا همیشه موضوعات بسیار مهمی را شما زیر تحقیق و بررسی میگیرین به ما شما معلوم است که افزایش محتادین در همان مج... همه نقاط افغانستان رو به افزایش است شما از مرکز پایتخت گرفته به طرف نیمروز و فرا و دیگه ولایات برین بالاخره شمال و شمال شرق و بدخشان افزایش متادین نسبت به چند سال پیش بیشتر و بیشتر شده و شاید ازی از بیشتر و زیادتر شد ارقام را که در بدخشان برای شما گفتن در چند کتگوری در سال گذشته 25 بوده و در سال بعد از او سی بوده و حال سی و پنج گفتن من ارقام دقیق نمیدانم به دو موضوع با با بخوا... که ارقام ارقامی را که دادن ارقام تخیلی است ارقامی است که بدون شمارش است بدون سروی است و بدون ازی است که هر کس در یک کتگوری اگر رقم داد در بیشتر از این رقم وجود داره یا کمتر امکان داره بیشتر باشه و یا امکان داره از این کمتر باشه ولی در, امی حد, و در امی حد و حدود هست حدود است اما ارقام دقیق وجود نداره از که هر کس ما گله و شکایت از داریم که هر دونری که پول گرفت به خاطر تداوی متادین به خاطر جلوگیری متادین به خاطر سروی متادین او پولها ها به جیب احمد و محمود رفت و این به یاد فراموشی این ملتی که بدتر از انتحار و انفجار است و حال ببینین که درد سر بر خانواده و بر فامیل و بر محیط و منطقه و اجتماع است در پایتخت ما و شما هر روز میبینیم در جاده ها میبینیم د زیر پلا میبینیم و ای علتش از ایسته که دونهرا پل دادن ولی افراد اشخاص وزارتخانه او اداره های بود که پله در جیب خود انداختن فقط رفتن ارقام غیر مناسب و ارقام خیالی ره گرفتن بلد. آوردن دادن و... نتونستن که جلوگیری بکنن نتونستن که راه حل پیدا بکنن نتونستن که تداوی درست و خوبتر انجام بدن در همین سالها چه باید صورت میگرفت مثلا چه بله. کار کوچکی در درمان سر, سر بخاطر از اینکه ما ای گله را نمیگیم که را باید رئیس جمهور و رئیس اجرایت تطبیق بکنه این وزارت های مربوطش وزارت سیاتی ها وزارت مبارزه با مواد مخدر ایره باید جلوگیری میکردن راه حل برش پیدا میکردن این پول ان گفتی که به این خاطر آمده این پول بدتر و بدتر تعداد متادین زیاد کرده از چی طریق زیاد کرده امی کسای دست فروش که در محل و قریه و قریجات و زیر پول و کوچه و پس کوچه مواد مخدی را میبرن برای مطاد فروش و فروش میرسانند ایلت دلیلش چی است و چرا جیلوی ازی گرفته نمیشه؟ قماندان های امنیه ولایت چرا ازی جدی فکر نمیکنن؟ اگر بگویم که قاچاق مواد مخدر در یک سطح بالا است در یک سطح کلان هست و او به یک زورو قوت کلان ضرورت س ولی افرادو اشخاص و دستفروشهای عرفویو محلی بلد. در قریه و قصبات چرا جلو ازیره نمر یک موضوع میام سر ازی موضوع دوم دولت مرکزی و دولت محلی تا هنوز یک توجه جدی و یک تدابیر جدی و یک فشار جدی و مناسب و خوبی را به خاطر جلوگیری متادین که رو به افزایش است و یک به خاطر تداوی بهتر و لازمتری که ما بتانیم اینا را از حالت نجات بتیم صورت نگرفت این پرسش می خوام بپرسم در سال 91 گزارش شد که فقط چهار مرکز درمان متادین در بدخشان وجود داره حالا که سال 98 است باز گزارش میشه که چهار مرکز وجود داره در بهارک هست در فیض آباد از تشکر شما دخیط... ما... من نماینده مردم هستم ما مدلیم بپرسیم داده های شما چه بوده من ایس سناتور من ایس عضو مجلس سنا درست است همیشه ما دادخواهی را دهی کردیم به وزارت‌های های مربوطه رفتیم به ادارای مربوطه رفتیم صدای ما بار بار شما آرشیفی شورا را ببینین بار بار ما صدای ما بلند کردیم که وزیر مربوطه را وزیر مبارزه با مواد مخدر خواستیم وزیر سیاتی عامه را خواستیم و ما همیشه دادخواهی کردیم که ارقام روز به روز بالا میره تعداد مرد و زن اتا اطفال روز به روز متات شده میره در این راستا تدابیر جدی تدابیر خوبی گرفت ادارات مربوطه آمده برای ما گزارش ها و کاغذ های بسیار زیادی را پیشکش کردن و رفتن در اینجا جای نگرانی ای است که وقتی که گزارش برای ما و شما میه که ارقام سال و سال بالا میره ولی پول و دونرهایی که بودجه میتن امکانات میتن از این ادارات مربوطه پرسان شو و سوال شو که شما از یک طرف خود تداوی محصیر نمی که تداوی تا نتیجه بته شما متاد جور کرده باشین و برای متاد یک شغل و وظیفه بله. پیدا کرده باشین که متاد از که راستا بله. کار میکنن از اینا کی پرسان کنه شما گفتین از, بله. از والی ولایت گرفته تا منی کی سناتور هستم تا وزارت صحت امه تا وزارت مبارزه با مواد مخدر تا همو دونری کی امتیاز میته بدیجه میته و پولها انگوف تدابی راستا میته مه درست است ک چهار سایته تید میکنم ک اس ولی چهار سایتی ک بیکیفیت باشه به دست باشه به نتیجه باشه به مفهوم باشه چی معنا این گزارش شرماور است که میتن که امسال هزار است در حالی که من این گزارش را تایید نمیکنم با آنم. اما این گزارش شرماور است به دولت به امو دونه به وزارت های مربوطه و به مو ولایت و با من که بل... من نماینده مردم بل... هستم سالهای... فهمیدین؟ بله سال های پیش حتی معتادان خودشان یک خاص اصلیشان تخریب کشزار های در ولایت بدخشان بود در اونجا کشت میشه به میزان وافر شما در چه کاری شده در این بخش به اساس اطلاعات شما؟ ما چند سال پیش شاهدی ازی بودیم که کی... تخریب مواد مخدر و کشت و تولید مواد مخدر در وداخشان به صفر تقریب کرده و اما به اثر ناامنی هایی که در ولایت بدخشان است و شما شاید یزی هستین که در هر ولایتی که ناامنی بیشتر باشه در اونجا تولید کارخانه و قاچاق و ترافیک مواد مخدر بیشتر است منبع آیداتی مخالفین بیشتر بیشتر از این طریق است شما را میفهم میرنه اما با تاسف با تاسف در این سال ها ناامنی ها در بدخشان بیشتر است ولی کشت و تولید و قاچاق مواد مخدر در بدخشان بیشتر است وقتی که ارقام هم میبینیم بیشتر است اما در این راستا هم دستاوردشان بیشتر اما در اینجا در اینجا باید یک تدابیر جدی گرفته شود از طرف دولت محلی و دولت مرکزی و خصوصا دونرایی که پول میتن اینا حداقل اگر زیابی و نظارت و کنترل خود داشته باشن که اما قدر پولی که آمده در این راستا مصرف شده و این پول نتیجه شده دستاوردش چی است دستاوردش این که دو سال پیش 25000 بود حالا 35000 شده ارقام بالا رفته دستور است این قناعت بخش نیست و ما از این کارکرد ادارات مربوطه و خصوصا دونرها راضی نیستیم باید اول یک سروی شود یک تدابیر جدی گرفته شود کلینیکایی که ساخته شود کلینیکا فعال باشه کلینیکا نتیجه بخش باشه و دستاور داشته باشند در این راستا ما بفهمیم ما بدانیم که و مطمئن شویم که این ارقام ایوازی که بالا میره پایین گزار شما خانم گلاله یکبری عضو مجلس سنا و رئیس کمیسیون امور زنان نمیشون